سلام، مهدی نوبخت هستم از هنرآمیز.com و با یه آموزش بلندر دیگه در خدمت شما. قبلا در تعدادی جلسه، در واقع در 14 جلسه با ابزارهای اولیه بلندر، محیط کار بلندر و بسیاری از ابزارهای مدل سازی آشنا شدیم و در طی اون جلسات و در طی این 14 جلسه تونستیم یه مدل گوشی رو به این صورت مدل سازی کنیم. حالا میخواییم بیایم سراغ ادامه کار و سراغ یووی و با یووی مفهوم اون آشنا بشیم و ابزارهایی که بلندر در زمینه یووی داره. بلندر در زمینه یووی بسیار قوی است و ابزار بسیار قدرتمندی داره. حالا با این ابزارها آشنا خواهیم شد. اول میرم سراغ خود مفهوم یووی که در نرم افزارهای سه‌بعدی عموما وجود داره. بعد از اینکه مدل رو در واقع ایجاد میکنیم یا مدل سازی رو انجام میدیم، قبل از اینکه بخوایم تکسچر به اون اعمال بکنیم، یه مرحله لازم هستش به نام یووی مپینگ. در واقع به وسیله یووی ما مشخص میکنیم که تکسچر یا بافتی که ما داریم چطور روی آبجکت سه‌بعدی ما قرار بگیره. در واقع تکسچر که یه بافت، یک تصویر دوبعدی هست، میخوایم مشخص کنیم که چطور روی آبجکت سه‌بعدی ما قرار بگیره. حالا یه صحنه دیگه اینجا من دارم، یه صحنه مکعب بسیار ساده هستش. بهترین راهی که بشه این یووی رو در واقع تعریف کرد این هستش که ما به وسیله این یووی در واقع میخوایم در نظر بگیریم که یه صفحه کاغذ داریم، یک کاغذی داریم که به شکل مکعب در اومده و حالا میخوایم اون رو بازش کنیم تا یه روی سطح تخت قرار بگیره. در واقع با ایجاد درزها یا شکافهای روی اون رو به یه شکل تخت در بیاریم، به این صورت که بعد بتونیم روی اون تکسچر به این صورت رو اعمال بکنیم. پس همونطور گفتم بهترین روش این هستش که در نظر بگیریم در واقع چطور میتونیم آبجکت سه‌بعدی که داریم رو روی سطح تخت باز کنیم، به شکلی که بتونیم به راحتی این تصویر دوبعدی یا تکسچری که داریم رو روی اون قرار بدیم. حالا اگر بیام سراغ این آبجکتی که اینجا دارم و این قسمت کنار رو باز کنم به این صورت و میتونم بیام سراغ UV Image Editor، این رو اینجا قرار میدم، یا میتونستم در واقع بیام سراغ لیوت هایی که داریم و یووی ادیتینگ رو روی حالت یووی ادیتینگ قرار بدیم. اینه که اینجا یووی ادیتور قرار میگیره و اینجا پنجره 3D ویوی که داریم. حالا من برمیگردم رو همون حالت دیفالتی که داشتیم و این پنجره رو به این صورت در این کنار قرار میدم. اینه که وقتی زمانی که تب رو بزنیم و به حالت ادیت مود بریم، اینه که در این قسمت چیزی دیده نمیشه و در واقع یووی وجود نداره. اگر به این آبجکت یک متریال بدم، میام سراغ موتور رندر سایکل، یه متریال اعمال میکنم خیلی سریع و این تکسچر رو بهش اعمال میکنم. حالا در مورد متریال ها باز در جلسات بعد بیشتر آشنا خواهیم شد. فعلا میخوایم این بافت یا تکسچری که داریم روی اون قرار بدیم، در واقع این بافتی که اینجا به این صورت داریم. میام اوپن رو میزنم و روی دسکتاپ هستش و این رو انتخاب میکنم به این صورت. حالا اگر شیفت زد رو بزنم و رندر رو بگیرم، میبینم که چیزی دیده نمیشه. در واقع به دلیل اینکه یووی در این وجود نداره، این بافتی که ما داریم مشخص نیستش که باید روی چه قسمتی قرار بگیره. در واقع ما برای نرم افزار مشخص نکردیم که این بافت ما به چه صورت روی این مدل سه‌بعدی قرار بگیره و کار یووی همین هستش. برای دسترسی به ابزارهای یووی در محیط بلندر میتونیم بریم سراغ قسمت آبجکت، در واقع منوی آبجکت، تو حالت ادیت مود میریم سراغ منوی مش و یووی مپینگ، یووی آنورپینگ، در واقع شورتکات اون یو هستش. یک منوی به این صورت وجود داره که دسترسی داریم به ابزارهایی که لازم هستش برای یووی مپینگ یا ایجاد یووی. اینجا میتونم شورتکات یو رو بزنم تا ببینیم که در واقع به چه صورت به اون دسترسی داریم. پس تو حالت ادیت مود میریم و در منوی مش یووی آنورپینگ یا دکمه یو و همش هم در حالت ادیت مود هستش که با زدن دکمه تب میتونیم وارد اون بشیم. بسیار خب، اگر حالا بیام و در واقع ساده ترین نوعی که میتونم روی اون اعمال کنم همین اسمارت یووی پروژکت رو روش کلیک کنم، لازم هستش که تمام آبجکت رو انتخاب بکنم، یو رو میزنم حالا و حالا اسمارت یووی پروژکت رو روش کلیک میکنم. زمانی که این کار رو انجام بدم، در واقع پنجره به این صورت باز میشه که تنظیمات اسمارت یووی هست. روی اون حالا در هم تنظیمات پیشفرضی که داره اوکی رو میزنم، میبینی که در واقع یووی برای ما ایجاد میشه به این صورتی که اینجا میبینیم. در واقع این 6 تا وجه آبجکت ما روی سطح تخت به این صورت در واقع کاملا جدا از هم هر صفحه‌ای که داریم، اگر تو حالت فیس برم میبینی که همه صفحه‌ها کاملا جدا از هم هستن. این 6 تا وجهی که داشتیم به صورت اتوماتیک برای ما به این صورت در اومد، روی سطح تخت باز شد.
حالا اگر بیام و دکمه در واقع رندر رو بزنم که در اون تصویر ما که یوویش متفاوت بود به این صورت روی آبجکت ما قرار گرفته، به این دلیل که در واقع یووی ما متفاوت هستش با اون طریقی که مورد نظر ما هست. همطوری که دیدین در واقع تو این ساده ترین روش که اسمارت یووی پروژکت هست، با توجه به اختلاف زاویه میاد این کار رو انجام میده. اگر اختلاف زاویه بین دو تا صفحه بیشتر از 66 درجه باشه، در واقع اونها رو از هم جدا میکنه، که اینجا اختلاف صفحه در واقع ببینید بین هر دو تا صفحه بیشتر از 66 هست و در واقع 90 درجه هستش. این مقدار رو ما میتونیم به دلخواه تغییر بدیم. اگر به عنوان نمونه بیام و حالا توی لایه دیگه میرم تو این قسمت، این مانکی رو قرار میدم به این صورت، این دیلتش میکنم، شیفت و سی رو میزنم تا این کرسر به مرکز بیاد، حالا شیفت ای و این مانکی رو اینجا دوباره قرار میدم. این هم به صورت پیشفرض میدونی که یووی نداره اگر به حالت ادیت مود بریم. حالا اگر یو رو بزنم، در واقع اول صفحات رو انتخاب میکنم، یو رو میزنم و اسمارت یووی پروژکت رو میزنم. حالا اگر اوکی بزنم، این که برای ما یووی به این صورت ساخته میشه. نکته اولی که در مورد یووی وجود داره این هستش که چون در واقع ما میخواییم روی اینها پینت بکنیم یا در واقع براش بزنیم و به فتوشاپ ببریم، باید این یووی که ایجاد میشه قابل مدیریت باشه. در حال حاضر این قطعات اصلا قابل مدیریت نیستن و ما دقیق نمیدونیم که چه قسمتی در کجا قرار گرفته و این کار ما رو برای پینت کردن یا در واقع نقاشی کردن روی اونها سخت میکنه. پس نکته اول در واقع این هستش که باید یووی رو طوری ایجاد بکنیم که کاملا قابل مدیریت باشه و این کار رو در واقع اسمارت یووی پروژکت انجام نمیده. این بر اساس زاویه‌ای که ما اینجا مشخص کنیم این کار رو انجام میده. اگر این زاویه رو در واقع بالاتر ببریم، خب به این صورت می‌بینید که تعداد قطعات کمتر میشه و اگر کمتر کنیم در واقع تعداد قطعات بیشتر خواهد شد. البته هرچه زاویه بیشتر هم بشه، کشیدگی در یووی ما بیشتر میشه که حالا باز در ادامه بیشتر بهش میپردازیم. بسیار خب، پس من اولین روشی که باهاش آشنا شدیم اسمارت یووی پروژکت بود که به صورت اتوماتیک این کار رو انجام میداد. اگر بیام سراغ این قسمت و روی نیو کلیک کنم، اینجا میتونیم یه تکسچر ایجاد کنیم. حالا به عنوان تست اسمون رو قرار میدم و توی این قسمت جنریتد تایپ در واقع این یووی گرید رو هم روی اون روشن میکنم، اون روی یووی گرید قرار میدم. اینجا ما میتونیم سایز رو مشخص کنیم و اینجا کالر، که حالا چون اینجا یووی گرید رو قرار دادیم دیگه کالر چندان معنای خاصی نداره. حالا اگر اوکی بزنم و بیام سراغ این و یه متریال بهش بدم و ایمیج تکسچر رو اینجا انتخاب کنم و این تکسچری که ایجاد کردیم همین تست رو اینجا باز کنم و حالا آلت و زد رو بزنم، در واقع به حالت تکسچر مود بریم، تو حالت تکسچر بریم با زدن آلت و زد، میبینی که به این صورت قرار میگیره. حالا تو این حالت اگر بیام یک ساب دیویژن سورفیس رو هم با زدن کنترل دو در واقع روی اون اعمال میکنم، میبینی که زمانی که این کار رو انجام میدیم و به صورت اتوماتیک برای ما یووی ایجاد میشه، درس های بسیار زیادی وجود داره و توی هر قسمتی که کنار هم قرار گرفته میبینی که کاملا این درس ها دیده میشه. در واقع در بسیاری از موارد ما سعی میکنیم که بیایم و این درس ها رو به حداقل میزان ممکن برسیم، چون در واقع در محل هایی که این درس ها وجود داره کاملا دیده میشه که اونجا در واقع یه سری خطوطی ایجاد میشه و این در کار ایجاد تکسچر ما در واقع اختلال بسیار زیادی ایجاد میکنه. پس علاوه بر این که ما باید مدیریت بکنیم اینها رو، باید درس ها رو در محل مناسب هم ایجاد بکنیم یا شکاف ها رو در محل مناسب ایجاد بکنیم تا کمتر دیده بشن و بتونیم به بهترین تکسچر به راحت ترین شکل در واقع تکسچر رو ایجاد کنیم. برای این کار لازم هستش که بیایم از روش دستی استفاده بکنیم، در واقع به صورت دستی یووی رو ایجاد بکنیم. میبینید روش های دیگه هم اینجا وجود داره، روش پروژکت فرام ویو، اگر اینو بزنم این که یووی که ایجاد میشه با توجه به این زاویه‌ای که داشتیم یووی ایجاد میکنه برای ما، به این صورتی که اینجا در واقع میبینید اینجا تو این زاویه شاید یووی درست باشه، اما اگر تو زاویه در واقع دوربین رو جهتش رو تغییر بدیم یا نمای پرسپکتیو رو تغییر بدیم میبینید که به این صورت در میاد و این برای ما در واقع کاربردی نیست. قسمت های جلو یوویشون روی قسمت های پشت قرار گرفته و اصلا کار تکسچر پینتینگ به وسیله این امکان پذیر نیستش. میتونه کاربرد های خاصی در کامرا مپینگ داشته باشه که حالا اونم تکنیکی است که حالا فعلا از روی اون عبور میکنه. روش های دیگه هم وجود داره مثل کیو پروژکشن که در واقع به صورت
یک کیوب رو در نظر بگیرید که یک مکعب رو اگر در نظر بگیرید، در واقع این پروژکشن به صورت مکعبی روی اون قرار میگیره. این هم میتونه کاربردی باشه یا روش سیلندریکال که در واقع این رو به صورت یک سیلندر باز میکنه، به صورت یک استوانه باز میکنه و به این صورت قرار میده. هر کدوم تنظیمات خودشون هم داره، میتونیم محدود کنیم که در فاصله یووی، در محدوده یووی قرار بگیره یا در واقع خارج از اون قرار بگیره. میدونید یه سری تنظیمات به این صورت وجود داره. بعد چندین روش مختلف وجود داره. اسفریکال در واقع به صورت یک، این رو به صورت یک در واقع کره باز میکنه و به این صورت روی سطح تخت قرار میده. همطور که گفتم یووی در واقع پروسه باز کردن یک حجم سه‌بعدی روی یک سطح تخت هستش که ما بعد اون رو به بهترین شکل ممکن انجام میدیم. بسیار خب، حالا اگر بیام سراغ در واقع اینو ریستش رو میذارم تا برگرده به حالت اولیه، حالا به این صورت، حالا میام سراغ روش دستی که وجود داره و معمولا به بهترین نتیجه میتونیم برسیم و در این زمینه بلندر بسیار قدرتمند هستش. برای این کار باید بیایم در واقع مشخص کنیم که میخوایم از چه قسمتی این آبجکت رو باز بکنیم. همونطور که گفتم بهتر درس ها رو در قسمت هایی که کمتر دیده میشن در نظر بگیریم. اگر آلت و راست کلیک رو اینجا بزنم تمام این لبه رو میتونم انتخاب کنم به این صورتی که اینجا میبینید. با زدن دکمه سی میتونم حالا در واقع انتخاب رو افزایش بدم یا با استفاده از دکمه وسط موس سی رو میزنم، با پایین نگه داشتن دکمه وسط موس انتخاب رو کم میکنم به این صورتی که اینجا میبینیم. به این صورت حالا این قسمت رو هم با پایین نگه داشتن شیفت و راست کلیک انتخاب میکنم. حالا میام و دکمه کنترل ای رو میزنم تا به ابزارهای اج دسترسی داشته باشیم. اینجا گزینه وجود داره به نام مارک سیم. در واقع ما اینجا میتونیم این قسمت رو به عنوان شکاف یا درز در نظر بگیریم. به این ترتیب میتونم کلیک کنم به این صورتی که اینجا میبینیم. حالا اگر بیام در واقع A رو بزنم تا همه صفحات انتخاب بشه و بیام سراغ آنورپ برای این گزینه اول کلیک کنم، در واقع برای من به این صورت UV ساخته میشه که اینو که نتیجه نسبتا خوبی هستش. حالا اگر بیام و Alt Z رو بزنم به حالت تکسچر مود برم، میبینی که بسیار نتیجه نسبتا خوب هستش. اگر بیام سراغ این قسمت در واقع UV Editor و N رو بزنم، توی این قسمت کنار در واقع یک گزینه وجود داره به نام استرچ که اگر اون رو فعال کنم حالا میتونم ببینم که در واقع چه قسمت هایی درشون کشیدگی یا فشردگی وجود داره. قسمت های آبی اون قسمت های مناسب هستش که نیازی به تغییر نداره و قسمت های سبز در واقع این قسمت هایی هستن که یووی کشیده یا فشرده شده، در واقع در این قسمت فشردگی وجود داره. و اگر بیام و یه قسمت رو حالا بگیرم و انتخاب کنم جابجا کنم، میبینی که به رنگ زرد و قرمز در میاد که نشون میده اونجا ما در واقع کشیدگی داریم. فشردگی با رنگ سبز و کشیدگی با رنگ قرمز و زرد. اینجا ما بیشتر میبینیم تو که میبینی در واقع حالت کشیدگی، حالت فشردگی داریم توی قسمت های مختلف. برای رفع این مشکل میتونیم بیام قسمت های مختلف رو جدا بکنیم. به عنوان نمونه میتونم بیام سراغ این گوش و اینجا، حالا اگر بیام سراغ مودیفایر و این رو خاموش کنم، ساب دیویژن سورفیس رو تا حالت از حالت اسموت خارج بشه، میتونم بیام این قسمت رو انتخاب کنم، این گوش رو هم انتخاب کنم، چون میبینید که بیشترین کشیدگی در این قسمت وجود داره. اگر این گزینه فعال باشه، گزینه‌ای که در واقع سینک میکنه ویو پورت رو با یو وی ادیتور، هر چیزی که اینجا انتخاب میکنیم میتونیم در یو وی ادیتور ببینیم. پس این گزینه سینک کارش این هستش. اگر این غیر فعال باشه دیگه این انتخاب ما اینجا دیده نمیشه و انتخاب این قسمت هم اونجا دیده نمیشه در 3D ویو. من اینا رو روشنش میکنم، میام سراغ این قسمت و همینطور که میبینید انتخاب میکنم به این صورت. حالا یه نوع در واقع میخوام شکافی رو اینجا ایجاد بکنم. به هر شکلی که میتونیم در واقع میتونیم این کار رو انجام بدیم. باز همونطوری گفتم بهتر در قسمتی باشه که کمتر دیده بشه. به این صورتی که اینجا میبینیم ما یه حلقه رو انتخاب کردیم. حالا کنترل ای رو میزنم و مارک سیم، دوباره همه صفحات رو انتخاب میکنم و یو آنورپ رو میزنم. به این ترتیب در واقع میبینیم که این قسمت جدا میشه از اینجایی که از قسمت گوش جدا میشه، اما همچنان کشیدگی و فشردگی وجود داره و علت این هستش که اگر به این سطح گوش در واقع نگاه کنیم، این که مثل این هستش که بیایم یه استوانه رو جدا کنیم. برای اینکه کاملا روی سطح تخت قرار بگیره نیاز به درز یا شکاف دیگه هم در اینجا داره که بتونیم قسمت جلو و پشت رو کاملا روی سطح تخت قرار بده. حالا اگر این رو کنترل ای بزنم و مارک سیم و دوباره یو رو بزنم و آنور، به این ترتیب میبینید که قسمت جلو و پشت گوش از هم جدا شدن و در واقع میزان کشیدگی هم به حداقل میزان ممکن رسید. حالا اگر بیام سراغ
پنجره UV ادیتور، میتونم بیام این استرش رو خاموش کنم فعلا. میتونم با زدن دکمه L روی هر کدوم از این صفحات در واقع انتخاب رو انجام بدم. البته وقتی این دکمه فعال هست این کار نمیکنه، این رو غیر فعال کنم. اینجا میتونم بیام و با زدن دکمه L میبینید که در واقع اون سطح هایی که یا قسمت هایی از UV که کاملا جدا از بقیه قسمت ها رو با زدن L انتخاب کنم. با پایین نگه داشتن شیفت و ال هم در واقع میتونیم به این انتخاب اضافه کنیم. این جهت کار کردن در واقع بسیار مفید هستش. میتونم اینجا ال رو بزنم، اون رو جابجا کنم، در محل مناسب قرار بدم، در واقع با زدن ای همه رو انتخاب کنم، یا با زدن دوباره ای از انتخاب خارج کنم، و به همین ترتیب تمام ابزارهای انتخابی که قبلا باهاش آشنا شدیم اینجا کار میکنه. و همچنین حرکت در این محیط هم که کاملا مشابه حرکت در محیط در واقع ویوپورت هست. با پایین نگه داشتن موس جابجا میشیم به سمت بالا پایین چپ راست، و با اسکرول موس هم که میتونیم به جلو یا عقب حرکت کنیم. بسیار خب، پس به این ترتیب دیدین که ما اومدیم و این سطح رو کاملا باز کردیم به این صورتی که اینجا میبینیم، و حالا اگر Alt Z رو بزنیم میبینیم که نتیجه بسیار خوبی اینجا ما رسیدیم. ما میتونیم این رو بیایم و این قسمت جلو رو انتخاب کنیم. این قسمت جلو رو میام و انتخاب میکنم به این صورت، این در واقع نیمه سمت چپ رو انتخاب میکنم و ایکس رو میزنم و فیس در واقع دیلیت میکنم، این فیس هایی که در سمت چپ وجود داره. به این ترتیب این قسمت رو هم دیلیت میکنم. حالا میام و میرور رو روی اون اعمال میکنم به این صورت تا تمام درز هایی که ما اینجا مشخص کردیم روی این قسمت قرار بگیره. این رو میام و در بالا قرار میدم با زدن این دکمه بالا و پایین، و حالا اپلای رو میزنم تا کاملا روی آبجکت ما اعمال بشه. حالا اگر بیام سراغ قسمت، میبینیم که درس هایی که در سمت چپ ما در سمت راست مشخص کردیم روی این قسمت برای ما به صورت اتوماتیک اعمال میشه. حالا اگر بیام و همه رو انتخاب کنم، همه فیس ها رو یو رو بزنم و آن ورپ، میبینیم که بلافاصله برای من به این صورت UV ساخته میشه که بسیار مرتب و کاملا مشابه اون چیزی هستش که من میخوام. البته هنوز امکان این که بیام و اینو اصلاح کنم وجود داره. میتونم بیام و این رو جابجا کنم، این درس رو منتقل کنم به قسمت پشت چشم. در واقع این قسمت رو اگر کمی بیشتر جابجا کنم میتونم بیام سراغ قسمت پشت چشم، چون اینجا کاملا دیده نمیشه. میتونم بیام این قسمت رو انتخاب کنم و اینها رو هم به درز باز کنم تا کشیدگی در این قسمت هم کمتر بشه. همونطور که میبینید اینجا یه مقداری کشیدگی وجود داره. میتونم کنترل ای رو بزنم، مارک سیم، این قسمت رو هم انتخاب کردم. حالا اگر دوباره UV و آنور رو بزنیم توی این قسمت میتونیم تغییر رو در واقع ببینیم. UV آنور، میبینید که این قسمت باز شد و در نتیجه باز به نتیجه بسیار بهتری رسیدیم، و همونطور که میبینید در پشت چشم هست و اون درس هم کمتر دیده میشه، و همینطور اینجا که در واقع اومدیم این کار رو انجام دادیم. میتونم این رو کمی اسکیلش کنم به این صورت تا ببینیم چه قسمتی کشیدگی و فشردگی داره. این اسموت رو میبینید توی قسمت این بینی در واقع کمی کشیدگی وجود داره. میتونم این رو انتخاب کنم، بیام سراغ در واقع این قسمتی که داریم، سراغ این قسمت، و با ابزار در واقع UV اسکیلپی که داریم بیایم و این رو تغییری بدیم. وقتی UV اسکیپ رو فعال میکنیم یه براشی برای ما اینجا قرار میگیره. به صورت پیش‌فرض ابزار گراب یا جابجایی فعاله. میتونیم رو هر قسمت بیایم و جابجایی انجام بدیم. با زدن دکمه F میتونیم شعاع اون رو زیاد کنیم، این شعاع رو میتونیم زیاد کنیم و جابجایی رو به این صورت انجام بدیم. حالا اگر دکمه T رو بزنم و توی قسمت تولز بیام، اینجا میبینیم که علاوه بر گراب یا گرفتن و جابجا کردن حالت‌های دیگه هم وجود داره، مثل ریلکس و پینچ. من اینجا پینچ رو انتخاب میکنم که در واقع میتونم تمام ورتکس هایی که در محدوده براش قرار میگیره به داخل در واقع به این صورت جمع بکنم با کلیک کردن. و حالا اگر کنترل رو پایین نگه دارم برعکس عمل میکنه، میبینید که به خارج اینها رو جابجا میکنه. و اینجا ما میتونیم این فشردگی رو با پایین نگه داشتن کنترل و استفاده از پینچ پایین نگه میدارم، و به این ترتیب در واقع این قسمت رو جدا میکنم تا این قسمت هم کشیدگیش به حداقل برسه. پس با ترکیب این در واقع ابزارهایی که داریم میتونیم به نتیجه بسیار خوبی برسیم، همونطور که اینجا میبینید که تقریبا نتیجه بسیار خوبی هستش. بسیار، پس دیدین که در واقع چطور سریع ما تونستیم هم UV ایجاد کنیم که کاملا قابلیت مدیریت داره و تعداد قطعات مشخص هستش، به راحتی میتونم به فتوشاپ اون رو اکسپورتش کنم. اگر بیام حالا حالت براش خارج میشم، این UV اسکیپ رو خاموش میکنم، این رو در واقع انتخاب میکنم. برای اینکه در محدوده UV این رو قرار بدیم میتونیم از شورتکات کنترل P یا در واقع این گزینه
در واقع پک آیلند استفاده کنیم. به هر کدوم از این یووی هایی که کاملا جدا از بقیه قرار داره آیلند گفته میشه. در واقع این قسمت یک آیلند هست، این یک آیلند، و به همین ترتیب جزیره جزیره این هست هم جدا شدن. پس با زدن کنترل پی میتونیم این رو پک کنیم توی این قسمتی که در واقع در محدوده یووی. حالا با زدن روتیت میتونم این رو انتخاب کنم، مقدار 90 رو یا منهای 90 رو وارد کنم. به این صورت البته مقدار روتیت 90 رو، روتیت منهای 90 رو به این صورت وارد میکنم و حالا این رو در جای خودش قرار میدم. باز این امکان برای ما وجود داره که بیایم و در واقع اینها رو تغییر بدیم به اون شکلی که میخوایم، در واقع بیایم و هر قسمت رو در جایی که مد نظرمون هست قرار بدیم. به این صورت میتونیم اونها رو جابجا بکنیم و در شکل مورد نظر خودمون اونها رو ایجاد کنیم. بسیار خب، اگر بیام سراغ این صحنه دیگه که داشتیم، بیام سراغ در واقع اون صحنه اولیه که داشتیم، این کیوبی که داشتیم، برای این کیوب دیگه حالا کاملا متوجه شدیم پس روش کار به چه صورت هستش. در حال حاضر که به صورت اتوماتیک و با استفاده از اسمارت یووی برای ما یووی ایجاد شد، یووی به این صورت هستش. برای اینکه این کار رو در واقع یووی دلخواه خودمون رو ایجاد کنیم و اون رو به شکل تخت به این صورت ایجاد کنیم، یه شکل تختی به این صورت برای اون ایجاد کنیم، لازم هستش که بیایم شکاف‌های مورد نظر خودمون رو ایجاد کنیم. برای این کار آلت و زد رو می‌زنم تا از این حالت خارج بشه. برای این کار همینطور که میبینید لازم هستش بیام سراغ این قسمت، میام سراغ این قسمت و اینجا رو جدا میکنم، این قسمت رو هم جدا میکنم و البته این قسمت، این قسمت و این قسمت رو انتخاب میکنم. همونطور که اینجا میبینید در واقع کاملا این قسمت رو میتونم انتخاب کنم. در واقع میخوایم این قسمت رو باز بکنیم تا به حالت ستایی در بیاد، به حالت ست صفحه کنار هم قرار بگیره اینجا. پس میام و این قسمت رو به این صورت کنترل ای رو میزنم و مارک سیم میکنم. اگر بخوام چیز رو پاک کنم لازم کنترل ای رو بزنم و کلیر سیم رو بزنم تا این قسمت در واقع غیر فعال بشه. میبینید که وقتی سیم در واقع ایجاد میشه اون رنگ قرمز در میاد. پس دوباره میام مارک سیم رو میزنم و این رو ادامه میدم به این صورتی که اینجا در واقع دیده میشه و این رو به این صورت کنترل ای رو میزنم و مارک سیم میکنم به این صورت. حالا اگر بیام و آنورف رو بزنم، میگه بلافاصله با چه سرعتی در واقع ما تونستیم با ایجاد شکاف‌های مناسب در واقع اون رو به شکل مورد نظر خودمون در بیاریم. حالا اگر بیام سراغ تکسچری که داریم، کافی است این رو روتیت کنم به این صورت، در واقع 180 درجه روتیتش میکنم و حالا با زدن دکمه جی و ایکس رو میزنم تا کاملا مقید بشه به این صورت در جهت محور ایکس، اون رو در جای مناسب خودش قرار میدم. میتونم با زدن کنترل و دکمه بالا در واقع این رو صفحه رو ماکسیمایز کنم، صفحه رو بزرگ کنم و حالا دقیق‌تر روی اون کار بکنم به این صورت. و حالا اگر بیام سراغ تکسچر، میبینی که کاملا با سرعت بسیار زیادی تونستیم با باز کردن این سطح سبودی روی سطح تخت در واقع به همین نتیجه دلخواه خودمون برسیم و تکسچر مورد نظر خودمون رو در واقع روی این آبجکت قرار بدیم. البته معمولا به این صورت هستش که ابتدا یووی ساخته میشه، بعد این یووی اکسپورت میشه، یووی لی او در واقع این رو ما اکسپورت میکنیم این رو به فتوشاپ که حالا در جلسه مربوط به تکسچر باز با روش کار بیشتر آشنا خواهیم شد. پس این یووی رو اکسپورت میکنیم و تکسچر ساخته میشه و دوباره برمیگرده و در محیط در واقع سبودی یا در محیط بلندری که ما داریم روی اون تکسچر قرار میگیره. بسیار خب، حالا برای اینکه جلسه طولانی تر نشه در واقع میام و یووی این آبجکتی که داریم رو موکول میکنم به جلسه بعد. البته این آبجکت ما بسیار ساده است و یووی اون در شاید کمتر از چند دقیقه ایجاد بشه. حالا اونو واگذار میکنم به جلسه بعد. اگر سوالی داشتید میتونید در انجمن سایت هنرآمیز یا گروه پرسش پاسخ تلگرام هنرآمیز و یا از طریق این در واقع ابزاری که در سایت تعبیه شده سوالات خودتون رو برای من در واقع مطرح کنید تا در صورت امکان در کوتاه‌ترین زمان سوالات شما رو پاسخ بدم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.